آقا درود به شما دوستان، من رضا هستم قطعا از دانمارک و به خوش‌ذوقی یکی یکیتون برای انتخاب ویدیوهای من تبریک میگم. خب دوستان، برای دوستایی که من رو نمیشناسن بگم که چرا ویدیوهایی که من درست میکنم حول محور مهاجرت هست، چون که من توی کشورهای مختلف مثل هند، مثل انگلیس، مثل قطر و الانم دانمارک کار کردم، زندگی کردم، مهاجرت‌های دوم و سوم و چهارم و الانم در شرف پنجم فکر می‌کنم تجربه کردم و بد نیست تجربه‌ام از سفر به این کشورها، از زندگی در این کشورها، و فکر می‌کنم که نکاتی رو که این مدت تجربیاتی رو که دارم، نکاتی رو که بهش برخوردم، به درد دوستانی می‌خوره که یا می‌خوان مهاجرت کنن یا مهاجرت کردن، دارن زندگی میکنن در یک کشور خارجی، و این نکته ها و این تجربه ها میتونه ارزش افزوده ای رو برای دوستان داشته باشه که دیگه اونها اگر راه غلطی من رفتم اون رو تکرار نکنن و اگر هم کار درستی انجام دادم اون رو انجام بدن و دوستان هم و سابسکرایبر های عزیز هم، مخاطبین کانال من هم، از در واقع این تجربیات مفید بتونن استفاده کنن و در واقع سود ببرن. البته تنها در مورد موضوعات مهاجرتی صحبت نمی کنم، سعی می کنم که یک مقدار گسترده بکنم موضوع صحبتم رو، و اگر ویدیو خوبی توی یوتیوب ببینم یا مطلب داغی باشه توی یا خبر داغی باشه و چیزی من بدونم در موردش و بتونم اضافه بکنم به دانستای دوستان، میام در موردش صحبت میکنم. توی این ویدیو میخوام در مورد مقاله‌ای که اخیراً خوندم در مورد اثبات وجود خدا با شما صحبت بکنم. خیلی خوشحال میشم نظر شما رو هم بدونم. به هر حال من این مقاله رو خوندم و با شما به اشتراک میذارم که این مقاله چی میگفت در مورد اثبات خدا به صورت علمی. سه تا دلیل آورده بود که اثبات خدا رو در واقع به صورت علمی میومد انجام میداد. و چی شد که من اصلا تصمیم گرفتم بیام این ویدیو رو درست بکنم؟ من خب توی یوتیوب خیلی میگردم اونا، بعد یه ویدیو اومده بود بالا برای من، نوشته بود که اسکپتیک صحبت میکنه تو روم چیز کلاب هاوس و اینا. البته کلاب هاوس موقعی که کووید شده بود خب خیلی دیگه مردم بیکار بودن، نشسته بودن تو خونه، کلاب هاوس خیلی گل کرده بود و همه میرفتن اونجا بیکار شروع میکردن صحبت کردن و اینا. البته منم رفتم یه مدت توی کلاب هاوس بودم ولی بعدش اومدم بیرون چون که هیچ فایده‌ای درش ندیدم. افرادی که روم‌ها رو کنترل میکنن در واقع سعی میکنن که نظرات خودشون رو به صورت دیکتاتوری اعمال بکنن، شما یه خورده از خط بزنید کنار شما رو قطع میکردن و بعد صحبت میکردن. به هر حال من مناسب ندیدم فضای کلاب هاوس و اون یکی دو سالی که بالا کووید شده بود و مردم تو خونه بودن و بیکار بودن و اینا به درد میخورد، ولی نه دیگه بعدش. آقا من این اسکپتیک رو دیدم ویدیوهاشو که ویدیوهای ضبط شده یه رومهای کلاب هاوسش بود، در واقع رومهای کلاب هاوسش رو ضبط کرده بودن، اومده بودن گذاشته بودن تو یوتیوب، من گوش میدادم صوتی بود. خب خیلی اولش جالب بود، یه سری نکات مثلا جدیدی رو میومد میگفت و اینا، ولی کم کم زد تو جاده خاکی و بعد دیدم این همش داره فوش میده و معلومم نبود کی بود که دیگه صورتش، البته اخیرا صورتشو نشون داده، گفته که من دکتر فلانی ام توی کانادا، دکتر عمومی، پزشک عمومیه، و با توجه به رفتارها و صحبتهایی که میگه قشنگ معلومه که یک مقدار مشکل داره، هم از نظر اخلاقی و هم از نظر نم تو بچگیش چی گذشته، با اینکه پزشکه ولی قشنگ اون چاله های شخصیتی رو شما میتونید توش ببینید. اصلا انتقاد پذیر نیست و همش هم فوش میداد توی این کلاب ها. البته یک بحث، یه قسمتش میتونه که خب شما وقتی که فوش میدید مخاطب بیشتری میگیرید، مثل قانونش همینه. بحث مدیا و سوشیال مدیا کلن چیزهای منفی، موضوعات منفی خیلی مخاطب میگیره، فوش بدید شما خیلی مخاطب میگیری، که دلایلی که مثلا آیسان هم معروف شد توی اینستا همین بود دیگه، میاد مثلا فوش میده، ولی راحت خودمونی اون فوشایی که ما حالا توی جمع خودمونی دوستان میگیم اومد خیلی مثلا علنی میگه و از هیچ که بار نداره. و البته خب حرکات اینطوری برای افرادی که مثلا خانواده دارن و به هر حال پدر مادری هست و فامیلی هست و جمع خانوادگی خیلی منسجمی دارن، اینجور رفتارها خیلی سخته. ولی خب افرادی که میان اینجوری صحبت میکنن و فحش و فضیحت و این چیزا میدن
به نظر من از نظر خانوادگی یک مقداری هم مشکل دارن. ولی به هر حال آقا این اسکپتیک اومد و بیشتر محوراش هم محور صحبتش هم حول دین و مذهب و آیین و الان هم جدیدا فوکوس کرده رو بهائیت. من چی بعضی موقع آدم میگه که مثلا این خدا این مثلا با دولته، بعد یه سری چیزا میگه مثلا میگه دولتی نیست، اصلا معلوم نیست چی کار داره میکنه. به دو سه سال فوش داد، الان گفت که میخوام چهرهمو نشون بدم و بگم که من وایز اسکپتیکم و اینا. بعد به همه فوش میده، یعنی فقط به دولتی ها فوش نمیده، به سیاست مدارا فوش نمیده، به همه، مثلا به استاد قمشه ای هم فوش میده، به این و اونم، به همه فوش میده. بعد جالب اینه که مثلا تمام صحبت هایی که میکنه از خیلی هاش در همسو با صحبت هایی که استاد الهی قمشه ای میکنه، ولی خب میاد بهش فوش میده، میگه فلان فلانش، بعد خودش هم اونا رو میگه. مثلا خیلی خیلی تناقض‌گویی داره صحبتاش و به هیچ کس هم گوش نمیده و خودش هم هیچی نمیگه. استاد مخالفت کردن با دلایل، حالا که خودش بعضیاش منطقی بعضیاش غیر منطقی، استاد مخالفت کردن فقط، یعنی منتظر شما یه چیزی بگید مخالفت کنه. مثلا میگی که خدا هست، میگه ثابت کن ببینم هست، میگه نیست، میگه ثابت کن ببینم نیست، میگه خب خودت تو چی میگی، میگه نه من اگه به شما بگم نمیفهمی چیه جریانش، فقط من میفهمم، من نمیتونم بگم. من متوجه شدم ساعت‌ها این ویدیوهای یوتیوبشو گوش دادم، من چیزی نفهمیدم که بخواد اضافه کنه. هر کم هر چی میگفت میرفت میزد تو گوگل نگاه میکرد، میگفت نه این نیست اون نیست، خب معلومه این نیست. خب یارو که از اون خط به خط کتاب و نکات و اینا که نمیتونه بگه. مثلا یارو گفت نسل جنزی، گفت که نه جنزی چیه، گفت که ما مثلا جوانای مثلا بین الان شدن مثلا 25 تا 30 سال مثلا، یارو گفت. بعد گفت نه بذار بزنم، رفت تو گوگل زد یا چت جی پی تی زد، یاد گرفته. چت جی پی تی هم گوگل یه خورده پیشرفته تر دیگه، میگه میرم تو چت جی پی تی میزنم. بعد گفت که نه ببین، میگه از سن مثلا 13 تا 35 خب همونه گفته دیگه، نه منظورش همون بوده. حالا ملا نقطه‌ای میشه. به هر حال دوستان این مدت خب من داشتم کلیپای اینو نگاه میکردم، خیلی میومد خدا رو نقض میکرد، ما نفهمیم چی شد آخره. میگه خدا رو نقض میکنه، بعد میگه خدا من قبول دارم خدا هست، آخه ما نفهمیدیم چی گفت. خلاصه تو همین هین و بین بودم، بعد این مقاله رو خوندم، گفتم که بد نیست بیایم و به صورت علمی ببینیم که این ساینتیست های غربی هم چجوری فکر میکنند وقتی که صحبت از اثبات وجود خدا میاد. خب سه تا نکته رو مطرح کرده بودن، یکی بحث بیگ بنگ، یکی بحث حیات، وجود حیات در روی کره زمینه، و یکی دیگه بحث چینش پروتئین ها در اون کروموزوم ها هست، چینش پروتئین ها به صورت خطی. شروع میکنم که اینجوری این مقاله میگفت که به هر حال به خاطر اینکه کهکشان ها از همدیگه در حال دور شدن هستن و اینو قابل اندازه‌گیریه، یعنی به صورت علمی قشنگ میشه اندازه‌گیری کرد که کهکشان‌ها از هم یا سیارات، کهکشان‌ها کلاً اجرام فضایی از هم در حال دور شدن هستن و جهان ما جهانیه که داره منبسط میشه، جهان به صورت انبساط در واقع. این قابل اندازه‌گیری، این یک فکت علمی بود و این نشون دهنده اینی که به هر حال وقتی داره منبسط میشه از یه جای شروع شده، یه نقطه شروعی داره که این داره اینجوری منبسط میشه، پس در واقع همون بیگ بنگ و نتیجه گیری کردن و اینا. و گفتن که وقتی که این نقطه شروعی داره یک خالق داخلی نمیتونه اون رو به وجود آورده باشه. این یه فکت به نظر من درسته که مثلا میگن که فرازمینی ها و اینا، اونم بحث همین اسکپتیک و اینا، همین گفتن فرازمینی دین آورده، اصلا چه ربطی داره؟ اصلا خیلی از اینها گذشتن، همین یه سری بحثا رو با سری جوانایی که قدرت استدلال هم ندارن انجام میدن، بعد توی گروه توی کلاب هاوس هم هر کی میخواست استدلال کنه سری قطعش میکردن، یعنی نمیدون فوش میداد بهشون، یا یه کاری میکرد که خود یارو فرار کنه انقدر فوش بهش میداد، یا میکروفونشو قطع میکرد، یا کلا نمیذاشت صحبت کنه. به هر حال فکت اول که گفتن این بود که به هر حال جهان ما جهانی هست که در حال انبساط هست و یک خالق خارجی داره، پس وجود خالق فرازمینی رو در واقع منتفی میکرد این فکتشون. نکته دوم در مورد این که میگفتن که جهان ما فاین تیون به قول انگلیسی ها، یعنی دستکاری شده به نحوی که بتونه امکان وجود حیات رو فراهم بکنه، یعنی فاین تیون شده، به این راحتی امکان وجود حیات فراهم نمیشه، یه ذره جاذبهش کم و زیاد بود، جرمش زیاد بود، فاصلهش تا خورشید کم و زیاد بود، یک ذره جابجا میشد
امکان وجود حیات روی کره زمین مثلا نبود، یا حالا سیارات دیگه‌ای که ممکنه که جای دیگه وجود داشته باشه، میگه که این فاین تیون شده، یعنی دستکاری شده با این دقت بسیار زیاد که امکان وجود حیات رو فراهم بکنه. این فکت دومشون بود از ساینتیست ها، مثل جاذبه و جرم و این چیزا رو مطرح میکرد. و نکته آخر که گفتن، فکت سوم در مورد چینش پروتئین ها بود در کروموزوم ها، که اینا بر اساس چینش شدن به طوری که در واقع اطلاعات رو از نسلی به نسل دیگه منتقل بکنن. این یک اینفورمیشن سیستمه که شما مثلا چشم رنگ پوست، اصلا کلا ظاهر آدمیزاد و همه موجودات، نه تنها آدمیزاد، همشون وقتی که اطلاعات رو در واقع میتونن به نسلی، از یک نسلی به یک نسل دیگه منتقل بکنن با توجه به چینش این پروتئین ها، این نشون دهنده این که یک انفورمیشن سیستمه و انفورمیشن سیستم به صورت رندوم به وجود نمیاد. یعنی انفورمیشن سیستم حتما دستکاری شده. ما خودمون توی این شرکتی که داریم کار میکنیم 1000 نفر آدم هن اینجا، حالا یه مقدار کم و زیاد، میخوایم یک اطلاعاتی رو، یک برنامه رو از یک دپارتمان به دپارتمان دیگه بدیم، کلی ساعت کاری میذاریم و نگاه میکنیم و بالا پایین میکنیم، جلسه میذاریم و آخر هم گند میزنن همه توش، حالا ما هم شاملش. اون اطلاعات، اون اینفورمیشن به صورت دقیق جابجا نمیشه. اینم بحث همینه، میگه که این اینفورمیشن سیستم امکان نداره هوش پشتش نبوده باشه، امکان نداره که دانش پشت این انتقال اطلاعات از یک نسل به یک نسل دیگه با توجه به چینش پروتئین ها، با توجه به تمام اطلاعاتی که تو اون سلول ها و اون کروموزوم ها و اون همه بند و بساط های انسان هست، حتما یک اینتلیجنس یا یک چه خبر اینجا چقدر دو شخص سوار است، یک دانشی پشتش بوده که باعث میشه که این اطلاعات از نسل به یک نسل دیگه انتقال پیدا کنه. پس این ستا فکت رو گفت، این جهان در حال انبساط و نقطه شروع و یک خالق خارجی، و بحث این انفورمیشن سیستم ها، انتقال اطلاعات از یک نسل به یک نسل دیگه، و همچنین فاین تیون شدن جهان هستی برای امکان به وجود اومدن حیات در اون. این ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید، خیلی خوشحالم که نظرات شما دوستان رو هم بدونم. این پایین بنویسید، با من شیر بکنید در مورد اثبات وجود خدا، این که شما چطوری به جهان هستی نگاه میکنید، ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود. چقدر این شعر قشنگه، همه میگه که این ماشین دوست ما رد چه، ما میذارم فکر بکنیم اول این شعر رو، همکار ما رد چه، اینجا هم اول این شعر رو یادمون بیاد. میگه که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میبری آخر ننمای وطنم. دوستانی که حالا فکر میکنن که صحبتی، حرفی، حدیثی، مطلبی، نظری دارن که میتونن با ما شیر بکنن، خیلی خوشحال میشم که صحبت دوستان رو هم، نظر دوستان رو هم بدونم. زیر این ویدیو کامنت بذارید حتما در مورد این که شما چی فکر میکنید، آیا این جهان خالقی داشته، آیا ما واقعا اینجا چی کار داریم میکنیم، از کجا آمدیم، هدفمون چیه و چی کار میکنیم. حالا اگر دیدم این ویدیو، این تایپ ویدیوها مخاطب در واقع شما دوست داشتی، باز هم درست میکنم در مورد اینکه ما داریم چی کار میکنیم اینجا، با شما صحبت میکنم که نظر خودم رو به شما میگم که واقعا آمدنمون بهره چه بوده. من پارک کردیم اینجا بریم سر کار. از یک صبح تابستونی زیبای دانمارکی، واقعا این صبحای تابستونی آفتابی گرم دانمارک خیلی قشنگه. تا ویدیو دیگه، روز خوش، وقت بخیر، شب بخیر، هر کجا که هستید، هر زمانی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.